که این آثار تا کنون در ایران ناشناخته بوده آثار تا کنون در ایران ناشناخته بوده که این آثار تا کنون در ایران ناشناخته تنها تعداد و در ترکیه امروز تنها تعدادی از آنها و در ترکیه امروز تنها تعدادی از آنها اجرا می شود. ما سه طیف در ایران داریم زندگی میکنیم. یک طیف اقوام پیش آریایی، یک طیف اقوام آریایی، یک طیف اقوام مهاجر. الان دیگه فرق نمیکنه، الان همه به هم وصلت کردن. پیش آریایی با آریایی وصلت کرده، آریایی با اقوام مهاجر صحبت کرده. ترکمن ها مهاجرن، از غرب مغولستان آمدن، بخشی از عرب ها بومی بودن، بخشی مهاجرن. ایل قشقایی مهاجره، ولی الان دیگه مجموعه اینها کشور ایران رو تشکیل داده و ملت بزرگ ایران رو تشکیل داده. الان دیگه نمیشه جداش کرد، ولی در یک بررسی تاریخی ما با سه جنس مردم مواجه هستیم. الان دیگه آدم نژاد پرست که نیستیم، حتی ناشنالیست هم نیستیم. من نه تنها نجات پرست نیستم، حتی ناسیونالیست هم حقیقتا نیستم. من انسانم، ناسیونالیست هم نیستم که بگم مثلا اینا پیش آریایی هم، اینا آریایی هم، اینا مهاجر هم. ما الان یک ملتی هستیم، داریم در این قدمه به جغرافیایی زندگی میکنم. این برای مهمه، ولی باید ببینیم که راجع به چی صحبت میکنیم. بس اینه که ما در جهان، در این کره زمین، ما ریشه‌های واحدی، همه از یک ریشه هستیم. فقط تحت تأثیر ضروریات پیرهن‌های رنگ به تن کردیم. موسیقی‌هامون رنگارنگ شده. چه زیبا که رنگارنگ شده. بچه همدیگه رو داریم میکشیم. ما حتی ریشه های نژادیمون یکیه. بنا به جغرافیا و طبیعت رنگ پوستامون تغییر پیدا کرده. دماغامون نازک شده یا گشاد شده. لبامون قیتونی شده یا کلفت شده. این مال طبیعته. ریشه همه زبان هامون یکیه، ریشه همه نژاد هامون یکیه، ریشه همه موسیقی هامون یکیه. اون یه بحثیه در جهت صلح. منتها من موسیقی دانم، جهت هم موسیقیه. یه کسی زبان شناسه، رو زبان کار میکنه. یه کسی جغرافی شناسه، رو جغرافیا کار میکنه. هر کسی تو حوزه خودش باید کار بکنه. ما بعد از عبدالقادر نظریه پردازی مهمی دیگه نداریم تا امروز. عبدالقادر وامدار مکتب صفی‌الدین ارمویه در بغداد، منتها نهله صفی‌الدین رو از قلب ایران به بغداد کشوند به ابتدا آذربایجان، بعد به سمرقند درباره تیمور، و بعد به شرق ایران یعنی هرات درباره شاهرخ. این انتقال جغرافیایی رو داد. دومی که رسالاتش به فارسیه، برخلاف اسلافش که عربی بود،
به عنوان زبان علمی روزگار خودشون که در تمام امپراتوری اسلامی قابل خوندن باشه. رسالات عبدالقادر به فارسیه، منتها فارسی زمان خودش، که در واقع واژه‌های فارسی در ترکیب با واژه‌های عربی هستن، اون نوع فارسی. و با نوشتن رسالات خودش یک خدمتی بزرگ در حوزه فارسی شناسی کرد به اونهایی که در واقع به دنبال فارسی دوره اوائل تیموری بودند، یعنی بعد از تیمور، دوره شاهرخ تیموری، پسر تیمور. حالا قید موسیقی این خدمت هم کرد. بعد خوشنویس بود، رسالاتش به خط خودشه، رسالات اصلیش. بعد آخرین نظریه پرداز در واقع موسیقی بود و بعد از اون قید از یه سری خود رسالاتی که ما توی در واقع ماورا اون نهر داریم به فارسی، ما رسالات مهمی دیگه در موسیقی ایران بعد از عبدالقادر نداریم. بقیه آمدن یه بخشایی از اون رو تکرار کردن یا حتی اشتباه فهمیدن، اشتباه نوشتن. اینا رسالات عبدالقادر مراغی به عنوان نظریه پرداز تروریسیان مهمترین رسالات موسیقی قدیم ایرانه، اواخر قرن هشتم، اول قرن نهم هجری قمری. پس یعنی وقتی میگه آخره، یعنی ما قبل او هم یه رسالاتی بود. صفی‌الدین عرموی هست، قطب الدین محمود شیرازی هست، فارابی هست، بخش هایی از رسالات ابن سینا هست، شفا و قانون، اینا هست، اینا با دقت خون. یعنی از بر اساس اونا آهنگ های ساخته شده که آدم بشنوه؟ آهنگ نه، تنها یک نمونه آهنگ ما داریم که قطب الدین محمود شیرازی اونو به خط خودش نوت کرده که اونم یکی از اعلاترین نوتاسیون هاست. و بعد میمونه اون نمونه که در جامون الهان و مغازه الهان با تفاوتی عبدالقادر به عددی و ابجدی نوشته و دیگر نوتاسیون قدیم چیزی نداریم. فواصل رو داریم، فواصل رو دقیق نوشتن، ولی نغمه آهنگ چیزی موجود نبوده. در موسیقی نواحی ایران به طور شفاهی قلها و قلها و قلها اینا مونده. شما میرسیم به اواخر دوره قاجار که یه سرکله ردیف پیدا میشه، 120 سال پیش، که معلوم نیست این ملودی از کجا آمده. خب این عجیب نیست؟ چرا عجیبه؟ خب یه ذره دو ذره نیست؟ خب واسه همین ردیف به نظر من مثلا 10% کل موسیقی ایران بیشتر نیست. حالا هر کی میخواد از این حرف من خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، ولی 10% کل موسیقی ایرانه، 90% موسیقی نواحیه، قرنها سینه به سینه مونده. ببینید در اواخر قرن 19 یک تیمی تشکیل شد به سرپرستی رؤوف یکتا. اینا رفتن موسیقی دوره عثمانی رو جمع بکنن از طریق که از طریق مهمترین خوانندگانی که هنوز زنده بودن، پیرمردا. مثل اینکه مثلا ما بریم از عبدالله خان دوامی، یا اگه طاهرزاده زنده بود، یا اگه تاج اصفهانی زنده بود، از اینا بگیم شما آقا از موسیقی قدیم چی یادتون. اینا رفتن سراغ آخرین استادای آوازی که از دوره عثمانی مونده بودن، اواخر قرن 19. رؤوف یکتا بود یه چند نفر دیگه، رفتن اونا خوندن. خب اگه یک کسی میگه آقا ممکنه اون اشتباه خونده باشن، خب پس حدشم که از عبدالله خان دوامی و تایز رو اینا مونده برای موسیقی ما، پس اینا میشه همش کشک دیگه. بالاخره به یه جایی باید استناد کرد دیگه. پس حدشم عطار میرزا حسین قلی مونده، پس ما میگیم اینا هم کشکی زده دیگه. پس ردیف میرزا عبدالله هم کشکیه دیگه. بالاخره به یک کسای قدیمی محترمی باید استناد کرد دیگه. خب اینا استناد کردن به آخری استادان بازمانده از دوره عثمانی،
اونا حدود 200-250-300 تا آهنگ و تصنیف خوندن. اصلا دنبال عبدالقادر هم نبودن. اونتا چون عبدالقادر برای موسیقیدانای عثمانی استاد اعلی بود، بهش میگفتن نیای بزرگ، بنیان آهنگسازی در بین آهنگسازهای دوره عثمانی عبدالقادر مراغی بود، همین دلیل بهش میگفتن نیای بزرگ. وقتی اینا ضبط شد، اون استادای قدیمی گفتن آجون از اینایی که ما برای شما خوندیم 30 تاش مال عبدالقادر مراغیه. بعد یه مجموعه هایی در آمد سه دوره به نام دارالالحان که یه تعدادی از این تصنیف های منصوب عبدالقادر مراغی تو اینا چاپ شد. یه تعدادشان چاپ نشد، به شکل نسخ دستنویس بود، ولی فواصل تو اینا تعریف نشد. فواصل دقیق تعریف نشد، لابد خودشون میدونستن این فواصل چیه. مثل امروز همین چیز دقیق نبود که موشکافانه راجع به صحبت کنن. فواصل دقیق تعریف نشد. خب منبع من برای اجرای این تصنیف ها حاصل دستنج اون تیم روفی اکتا بود، به اضافه نسخی که پراکنده چاپ شده بود که من رفتم از تو آرشیف ها یه جاهای مختلف ترکیه پیدا کردم. این منبع من بود. بعد کلی طول کشید تا من تونستم به یک تعریف واضحی از فواصل برسم. این شد که این پوزه شوقنامه طی 7 سال در واقع تشکیل شد. 3 تا گروه من تشکیل دادم که این ترکیب سومش است. اول یک گروه 7 نفره تشکیل دادم و یک گروه 30 خورده نفره تشکیل دادم که اون هم جواب نداد، تا رسیدیم به این ترکیب 11 نفره، یعنی 9 نوازنده همایون شجریان، 10 تا با خودم 11 که شغنامه را اجرا کردیم. تا دیتن این تفاوتش با اون کاری که برای که روشن بشه سوال میکنم، آقای فخردینی کرده چیه؟ آقای فخردینی استناد کرده به یک نمونه که عبدالقادر مراغی در رساله خودش، هم رساله جامع الالحان و هم رساله مقاصد الالحان، به خط ابجدی عددی نوشته به نام نمونه از تصنیف حسینی در دور رمل. خب استاد فخردین معتقدن که من این رو بعد از 20 سال تحقیق خودم برگردان کردم به نوتاسیون امروزی. من خیلی سالهای قدیم گفتم که استاد افراد دیگری هم این کار رو کردن و جناب فخردینی متقاعد نشدن، گفتن این حاصل 20 سال عمر من. و در اون سریال تلویزیونی هم این رو با یک بست و گسترشی اجرا کردن و آقای سریق تعریف هم خوند این رو. بعد این شد محل یک مجادله‌ای بین آقای فخردینی و آقای دکتر حجاریان، موسیقی شناسشون، که آقای دکتر حجاریان در یک مقاله‌ای که در کتاب ماهور چاپ شد آمد تمام این نوتاسیون هایی رو که دیگران انجام داده بودن آورد، گفت که بنابراین آقای فخردینی تنها استادی نبودن که این رو نوشتن و بقیه ماجرا بود. Oh,